سلام، من امیر قبادم و قراره باکس آفیس هفته دوم جون 2022 رو با همدیگه مرور کنیم. در بخش ابتدایی سری بزنیم به دو تا فیلم تازه وارد که فروش های خیره کننده ای ندارن ولی فیلم های قابل توجهی محسوب میشن. اول فیلم فرانسوی ایفل که با زبان اصلی و زیرنویس انگلیسی اکران شده و بعد از اکران جهانی نسبتا موفق حالا سرکی هم به بازار آمریکای شمالی کشیده تا شاید کنجکاوی درباره زندگی خصوصی آقای ایفل و معشوقه دوران کودکیش که وسط ساخت برج فلزی سر کلش پیدا شده تماشاگران رو به سینما بکشونه. رومن دوریس نقش آقای ایفل رو بازی میکنه و اما مکی نقش معشوقش آدریان بورژه. اما مکی رو پارسال در نقش جکی د بلفورت در قطر روی نیل دیدین. اما مستند تگزاس وایلد لایف استوری یه جشن بصری خیره کننده از چیزی که تگزاس رو منحصر به فرد میکنه. مناظر متنوع و حیات وحش قابل توجه که در هیچ کجای جهان پیدا نمیشه. داستان از نگاه گونه های حیات وحش از گور ماهی کور مرموز گرفته تا شیر کوهستانی گریزان روایت میشه و رابطه همیشه در حال تغییر ما با دنیای طبیعی رو دنبال میکنه. این فیلم مستند که توسط متیو مک‌کانهی روایت میشه ما رو از بلندترین قله های غرب تگزاس از میون سفره های زیرزمینی و رودخونه ها به اعماق خلیج مکزیک میکشونه. در جایگاه دهم باکس آفیس فیلم دلهره‌آور و آخرالزمانی جنایات آینده ساخته دیوید کراننبرگ قرار داره که به خاطر صحنه‌های خشن درجه آر گرفته. پس اگر به صحنه‌های پر از خون حساس هستین بهتر حواستون باشه اسم ویگو مورتنسن، لا سیدو و کریستیان سوارت گولتون نزنه. فیلم دورانی از زندگی بشر رو به نمایش میذاره که در جهش زیستی در پی آلودگی زمین انسان‌ها با درد فیزیکی و بیماری‌های عفونی غریباً و با وسایلی آنالوگ میتونن کنترلی ویژه بر اندام‌ها داشته باشن. در این میان ساول تنسر، هنرمند پرفورمنس مشهور، همراه با شریکش کاپریس، دگردیسی اندام‌های خودش رو در اجراهای آوانگارد به نمایش عمومی می‌ذاره. این فیلم در نخستین هفته فروش در نزدیک به 700 سالن 1,631,000 دلار فروخت که عملکرد خوبی به حساب میاد. شهر گم شده در خونه نهم نشسته و وسط شلوغی های این هفته جدول هنوز به اندازه کافی برای تماشاچی ها جذاب هست. خانم نویسنده با بازی ساندرا بولاک از 11 هفته پیش توسط یه بچه پولدار که دوست داره با پیدا کردن بزرگترین گنج گم شده خودشو به باباش ثابت کنه دزدیده شده و قراره توسط دش، یه مدل بی دست و پا که عاشقش هم هست، و ترینرش آقای جک ترینر با بازی براد پیت نجات داده بشه. What are you doing here? عملیات نجات خانم نویسنده توسط چانینگ تاتوم این هفته 1,769,000 دلار به حساب پارامونت ریخت تا گنج اصلی رو اونا پیدا کرده باشن. Sage, getting you out of here. Why are you so handsome? My dad was a weatherman. هندی ها این هفته هم یه نماینده بالاهای باکس آفیس آمریکای شمالی دارن، ولی این بار نوبت به یه فیلم اکشن نسبتاً خشن رسیده. ویکران روایت انتقام جویی یک کماندوی جوخه سیاه به نام اماره که به ماجرای قتل‌های بی‌پروای یک گروه جنایتکار ورود می‌کنه. این اکشن هندی 1,770,000 دلار در اولین هفته اکران خودش فروخت تا در ردیف هشتم جدول باشه، اما معلوم نیست هفته دیگه هم همین اطراف ببینیمش. دومین قسمت لایو اکشن سونیک این هفته در رده هفتم پرفروش‌های سینماهای آمریکا قرار داشت، در حالی که سونیک و دوستانش قراره در مقابل شرارت‌های دکتر روبونتک و شریک جدیدش چاره‌ای پیدا کنن و منجی ساکنین زمین باشن. خیلی از نگاه‌ها از این ماجرا به سمت احتمال کنارگیری جیم کری از قسمت سوم مجموعه چرخیده و تردیدهایی درباره موفقیت این فیلم که پارامونت برای اکرانش در تابستون 2 سال دیر خیز برداشته به وجود اومده. سونیک این هفته هم 2,582,000 دلار فروخت و مجموع فروش خودش در پایان هفته نهم اکران رو به 189 میلیون دلار رسوند. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. بریم سراغ فیلم مورد علاقه خودم، همه چیز همه جا به یک باره، که این هفته هم در خونه ششم باقی موند. ماجرای چند جهانی و در این حال
ماجراجویی خانوادگی اولین وانگ با بازی میشل یو همچنان آهسته و پیوسته خودش رو در میونه جدول باکس آفیس نگه داشته. اگرچه این هفته با کاهش 24% مخاطبان ممکن بود نوسان بیشتری رو نسبت به هفته‌های قبل تجربه کنه. اولین یه مهاجر چینیه که با همسرش یه خوشی رو اداره میکنن و وسط مشکلاتشون با بازرسی‌های مالیاتی در یک ماجراجویی جنون‌آمیز غرق میشه. جایی که او به تنهایی میتونه با کاوش در جهان‌های دیگه و ارتباط با زندگی‌هایی که میتونست داشته باشه جهان رو از مشکلی که اتفاقا خودش ساخته نجات بده. این کمدی فانتزی A24 این هفته 3,219,000 دلار فروخت و مجموع درآمدش از 61 میلیون دلار گذشت. انیمیشن بد گایز هم این هفته تکونه چندانی از جاش نخورد و در جایگاه پنجم جدول موند. هرچند که 26% از مخاطبانش رو از دست داده. این برای بچه شرور قراره ادای آدم خوبا رو در بیارن و خانم روباه فکر میکنه شاید ایده آقای موشخورما شهروند نمونه جواب بده و پاداش خوبی و نیکخواهی زیر دندونهای تیز آقا گرگه که کم شباهت به دنیل اوشن هم نیست مزه کنه. بچه های بعد این هفته 5,326,000 دلار دیگه به گاف صندوق های یونیورسال پیکچرز ریختن. هفته دیگه باز فضانورد قراره برای نجات زمین بیاد و احتمال ریزش شدید مخاطبان این انیمیشن از حالا قوت گرفته. در جایگاه چهارم دانتون ابی عصر جدید قرار گرفته. فیلم به نوعی ادامه دهنده مسیر فیلم قبله. این بار قراره یه فیلم در امارت دانتون ابی ساخته بشه و از سوی دیگه هم ویولت کرولی تازه یه راز رو فاش میکنه که سالها پیش ویلای رو از مارکیز هدیه گرفته و حالا قصد داره اون رو برای سیمی به ارث بذاره. پس با این ویلای جدید پای یک امارت تازه ماجرای خانواده کرالی باز خواهد شد. فیلم این هفته با از دست دادن 44% از مخاطبان 5,640,000 دلار درآمد داشت. مجموع فروش جهانی عصر جدید هم به بیش از 82 میلیون دلار رسیده. Are you hungry for something good? Something juicy. How you doing? What? Something beefy. What is going on? Ta-da! Fresh hot burgers, sexy burgers. Len. برگرهای داغ و سکسی باب هنوز هم باب دندون مشتری هاست. اگر باور نمی کنین باید سری به خونه سوم جدول باکس آفیس بزنین که این انیمیشن بزرگسال با فروش 7 میلیون دلاری این هفته هم به نام خودش زده و ممکنه با پولی که از گیشه جمع شد باب بتونه بدهی بانک رو یه سر پس بده و بچه ها رو به تعطیلات تابستونی برسونه. البته اول باید یه فکری برای گودال جلوی فروشگاه و جنازه مقتولی که توش پیدا شده بکنن. در دومین هفته اکران مجموع فروش باب برگر به 25,446,000 دلار رسید که برای یه انیمیشن PG-13 اونم با این رقبای سرسخت عدد خوبی حساب میشه. دکتر استرنج هرچند اون رمق قدیمو نداره اما هنوز دنیای مارول رو امیدوار نگه داشته. فروش این هفته جنون چند جهانی به 13,462,000 دلار رسید و اگرچه افتی چشمگیر نشون داده ولی در پایین پنجمین هفته اکران فعلا پرفروش در فیلم سال لقب گرفته و چه در فروش داخلی و چه در بازار جهانی رتبه اول رو به نام خودش زده و بعید نیست اولین فیلم پس از دوران کرونا بشه که فروش جهانیش از 1,000,000,000 دلار عبور کرده. اگر فیلم توسط چین تحریم نمیشد و دعوای مارول و چین سر اون سکانس جنجالی به سرانجام میرسید بعید نبود که خیلی زودتر از اینها هم این اتفاق برای فیلم میافتاد. اما فعلا که بعید فیلم تو بازار چین اکران شه و اونجا مارکت هنوز دست سونیکه. استقبال خیره کننده از تاپگان ماوریک همه را انگوش به دهن نگه داشته. فیلم اگرچه 33% کاهش فروش نشون داد ولی این هفته هم 137 میلیون دلار فروخت تا یه رکورد تاریخی برای بلاکباستر با بازی تام کروز از خودش به جا بذاره. فیلم که سعی کرده هم هواداره قدیمی خودش رو راضی کنه و هم مخاطب جدید رو به سالن بکشونه در هر دو حوزه موفق عمل کرده.
شروع فیلم با یه تم نوستالژیک یادآور خاطرات گذشته ماوریکه و ادامه فیلم مانورهای درخشان و ماجرای پر تنش و سراسر هیجانیه که زمین و آسمان رو به هم دوخته. هرچی از اکران فیلم بیشتر میگذره نقدهای مثبت بیشتری ازش منتشر میشه و اگه این روند رو ادامه بده بعید نیست خیلی زود جای دکتر استرنج رو در صدر جدول فروش امسال از آن خودش کنه، چیزی که برای یه فیلم غیر ابرقهرمانی در مقابل یکی از بهترین فیلم‌های دنیای مارول کاری بزرگ حساب میشه. فروش دومین قسمت تاپ گان در آمریکای شمالی به 343 میلیون و 343 هزار دلار رسیده و فروش جهانی فیلم هم مرز 622 میلیون دلار رو پشت سر گذاشته. البته پادشاه آسمونا جنگ رو به سلاطین جدید زمین خواهد باخت. دایناسورهای دنیای جوراسیک قراره کنار انسان‌ها به زندگیشون ادامه بدن و بشر تصمیم گرفته عوض جنگیدن یه جوره این همزیستی عادت کنه. هفته‌ای با سطح آدرنالین بالا داره میرسه و تابستون داغی تو راهه.